از شروع دوره آخوند رئیسی تا کنون هرگز مذاکرات اتمی در چنین شرایط بحرانی قرار نداشته. خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاستاران نوشت تعدادی از کاربران فارس من با تشکیل کمپینی در پی بدعهدی های آمریکا و اروپا و گزارش های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاک کردن اطلاعات ضبط شده دوربین های آژانس شدند. قاسم محب علی تحلیلگر از باند مغلوب گفته است همه شرایط به ما نشان می دهد که منافع ایران این است که برجام را حفظ کند و به سمت مسیری حرکت کند که تحریم برداشته شود هرچه این اتفاق به تعویق بیفتد ممکن است با چالش های بیشتری مواجه شود به همان اندازه اگر ایران به سمت حفظ برجام و لغو تحریم ها حرکت کند با شرایط بهتری مواجه خواهد شد روزنامه حکومتی مردم سالاری هم نوشت تصویب این قدنامه در شورای حکام و واکنش ایران به آن در مجموع یک پسرفت در فرایند دیپلماسی بود در واقع با این اتفاق یک عنصر جدید به معادله اضافه شد و آن هم امکان ارجاع پرونده ایران به خاطر اختلافات پادمانی از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل بود روزنامه حکومتی اعتماد به ابراز وحشت پرداخت و این چنین نوشت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای و امتداد تحریم‌ها و جراحی اقتصادی که دولت خود را ناچار به آن می‌بیند، احتمال وقوع و گسترش ناآرامی‌ها را به وجود می‌آورد و مواجهه حاکمیت را مهم و سرنوشت ساز خواهد کرد. روزنامه جوان از باند خامنه‌ای هم تیتر زد: تلاش واسطه‌ها برای از سرگیری مذاکرات در وین. اکنون سوال این است: این دوگانگی موازه در حاکمیت آخوندها چه دلیلی دارد؟ مگر هر دو باند بقای حکومت را نمیخواهند پس چرا خط کار آنها 180 درجه عکس هم دیگر است؟ عاقبت برجام با چنین سیاستی چه خواهد شد؟ نتایج اقتصادی این سیاست خامنه بر قیمت ها و زندگی مردم چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای پاسخ به این پرسش ها نیاز به تی کردن زمان طولانی نیست. شرایط بسیار حساس و شتابان است و این موضوع در چشماندازی کوتاه مدت تا تکلیف خواهد شد اما در یک واقعیت هیچ شک و تردیدی نیست و آن اینکه زمان علیه حکومت آخوندی در گذر است <applause>